بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا را پی میگیریم با مروری کوتاه بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان همراه با کاوش و خانشی بر اهم مطالب منتشره روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب ظهور نزاع هستهای با تئوری دب به در آوردن دو سوی ماجرای مذاکرات پیشروی داعش و تصرف شهر الرمادی عراق همزمان با عقب رانده شدن این گروه شورشی از شهر تاریخی پالمیرا در سوریه ورود کشتی جنجالی جمهوری اسلامی به خلیج عدن در یمن تازه ترین اظهار موضع ظریف در منابع خارجی در دفاع از سیاست های جمهوری اسلامی در کشور سوریه و بالاخره خشونت جمعی میان گروهی از گنگسترهای تگزاسی با کشته شدن بیش از ده نفر از موتورسواران اهم مطالب برگزیده امشب دوشنبه 28 اردیبهشت ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و علی ولایتی مشاور امور بینال الملل آیت الله علی خامنه ای مذاکره کنندگان آمریکایی را متهم کردند که توافقات قبلی بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران در مرکز اتمی فوردو را نادیده گرفتند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و همینطور خبرگزاری خانه ملت آقای بروجردی یک شنبه 27 اردیبهشت ماه در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس به خبرنگاران گفته بود که متاسفانه بعد از توافقات صورت گرفته در مذاکرات لوزان در بحث فوردو شاهد هستیم که آمریکایی ها دبه کرده و اعلام کردند که رقم مطرح, مطرح شده در لوزان بالاست و حال مطالب دیگری را مطرح کردند گویا هزار سانتریفیوژ در مطلب پیشین اشاره شده بود همزمان آقای ولایتی نیز در مصاحبه با سایت آیت الله علی خامنه ای از مذاکره کنندگان آمریکایی گلایه کرد که درباره فوردو بعد از تلاش های زیادی که تیم مذاکره کننده ما انجام داد قراری را قبول کردند ولی در نوبت بعدی که سر میز مذاکرات آمدند حرفهای دیگری زدند که با حرفهای قبلی متفاوت بود علی اکبر ولایتی مذاکره کنندگان ایالات متحده را متهم کرد که حتی به آنچه در فکت شیت خودشان در مورد فوردو آورده بودند هم عمل نکردند و در دفعه بعدی که سر میز مذاکرات حاضر شدند خلاف فکت شیت خودشان حرف زدند لازم به توضیح که به استحضار بینندگان برسانیم که تأسیسات قنیسازی فوردو که با ایمنی بالا و در زیر زمین ساخته شده یکی از موضوعات مورد مناقشه در پرونده هسته ایران بوده و تعداد سانتریفیوش های فعال آن بیش از دو هزار عدد است آقای ولایتی در این رابطه همچنین می گفت که در لوزان قرار بر این شده بود که ای در شورای امنیت به تصویب برسد که قطنامه های قبلی علیه ایران را ملغا کند در حالی که اکنون آمریکایی ها میگویند لغو کامل تحریم ها مدتی طولانی زمان خواهد برد در همین راستا و با این مضمون علاءالدین بروجردی هم در بخش دیگری از اظهارات دیروز خود در مورد موازه آمریکا در مذاکرات می گفت که قطعا توافق ای یک جاده دو طرفه بوده و به طور حتم اگر آنها دبه کنند ما هم دبه میکنیم و افزوده بود رهبر بارها تأکید کرد که رسیدن به توافق هسته ای تا ده تیر ما وحی منزل نیست بلکه حفظ منافع ملی بر توافق دارای اهمیت است و اگر از زمان تعیین شده عبور کردیم آن زمان تمدید خواهد شد ایران و قدرت های جهانی متعهد شدند که تا دهم تیرماه، تیر ماه یعنی انتهای ماه جوان میلادی بر سر جزئیات فنی یک توافق در مورد برنامه هسته ایران به توافق نهایی برسند لازم به توضیح در استمرار همین مطلب هفته پیش خبرگزاری مهر از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز نقل کرده بود که در مذاکرات هسته ای طرف مقابل روی برخی از موضوعاتی که بر سر آنها تفاهم شده دبه می به گزارش همین خبرگزاری آقای صالحی تأکید کرد که با این حال مطمئن است که در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید در ادامه مرور کوتاه بر خبرهای کوتاه امشب گزارش های منتشر خبر از قتل عام 500 نفر در جریان درگیری های دو روزه اخیر در ارومادی اراق می دهد. یک مقام محلی که این آمار را ارائه کرده بود گفت که این آمار افرادی را که توسط پیکارجویان گروه دولت اسلامی داعش اعدام شدهاند و همچنین کسانی که در جریان درگیریها کشته شدهاند را شامل می شود به گفته این مقام محلی بجز زنان و کودکان بسیاری از معموران پلیس که پس از اتمام مهماتشان در محاصره نیروهای داعش قرار گرفته بودند از جمله کشته شدگان هستند در این رابطه مقامات مسئول کشور عراق روز جمعه 15 ماه می گفته بودند که نیروهای داعش ساختمانهای اصلی دولتی را در این شهر به کنترل خود درآوردند. رمادی مرکز استان الانبار بزرگترین استان سننشین عراق است و اما از عراق به سوریه پای میگذاریم که برخلاف پیشروی ها در عراق از عقب نشینی داعشی ها از پالمیرا خبر رسید دولت دمشق و همینطور گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که در مورد تحولات این کشور اطلاع رسانی میکند اعلام کردهاند که نیروهای داعش از شهر تاریخی پالمیرا عقب رانده شدهاند و همزمان مقامهای اراقی از سقوط شهر ارومادی اراق خبر دادند که در خبر پیشین به آن اشاره شد هرچند آمریکا میگوید نبردها در دو سو ادامه دارد خبر عقب رانده شدن نیروهای داعش از پالمیرا در شرایطی اعلام می شود که این نیروها اخیرا با پیشروی در مناطق شمالی این شهر با نیروهای دولتی درگیر شده بودند شهر پالمیرا در سوریه آثاری دو هزار ساله از تمدن بشری را در خود جای داده است که در آستانه انهدام قرار گرفت همزمان داعش در بیانیه گفت که جنگجویانش همه شهر را در رمادی عراق اما پاکسازی کردهاند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شده و سایل نقلیه نظامی ارتش عراق را در حال خروج سری از رمادی در حالی که سربازان خود را به کنار آنها آویخته نشان می دهد. از سرزمین عراق و شامات و داعشیون به سواحل یمن می رویم با تازه هایی از کشتی جنجالی جمهوری اسلامی که ماجرای کمک به حوسی ها بر صدر خبرها نشسته بود بر اساس گزارش رسانه های ایران یک کشتی باری جمهوری اسلامی که حامل کمک و همینطور فعالان ضد جنگ است روز یک وارد آبهای خلیج عدن شد و روز پنج شنبه در بندر حدیده یمن پهلو خواهد گرفت طبق گزارش منابع خبری ایران این کشتی به نام ایران شاهد حامل 2500 تن کمک شامل آرد، برنج، کنسرو، تدارکات پزشکی و بطری آب برای آسیب دیدگان جنگ در یمن است. ایران پیشتر علیه هر گونه جستجوی این کشتی به سایر کشورها هشدار داده بود. همچنین به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا مسعود قاضی میر سعید ناخدای ایران شاهد می گفت کشتی روز یک شنبه وارد خلیج عدن شده و می گفت که امیدواریم با یاری خدا واخر روز 31ام اردیبهشت ما در محدوده بندر حدیده یمن باشیم همان گونه که بیشین بینندگان مستهزرت هفته پیش آمریکا از ایران خواسته بود تا محموله این کشتی را به جای یمن به جیبوتی بفرستد و از طریق سازمان ملل به دست یمنی ها برساند اما سه روز پیش حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در اظهار نظری گفته بود که هماهنگی‌های های لازم با مراجع زیرعب در سازمان ملل برای پهلوگیری کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است همینطور در سوی دیگر خبرگزاری تصنیم نزدیک به نهاد نظامیان سپاه ایران گزارش داده است که پزشکان فعالان ضد جنگ از کشوری همچون آمریکا، فرانسه و آلمان و همینطور شماری خبرنگار جزو سرنشینان این کشتی هستند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی خبرها و نظرها هستید از تلویزیون ایران فردا با تازه ترین و چکیده ای از اخبار ایران منطقه و جهان مجددا رویدادی از یمن با پایان آتش حملات سعودی به یمن از سر گرفته شد مقام های ارتش یمن و شاهدان عینی گزارش کردند که با پایان آتش بس پنج روز ائتلاف تحت رهبری کشور پادشاهی عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را در یمن از سر گرفته است به گفته آنها این حملات مواضع شورشیان حوسی در شهر جنوبی عدن را هدف گرفت وقت پنج روزه در نبردها برای رساندن کمک های انسان دوستان ساعت 20 به وقت گرینویچ تمام شد احزاب سیاسی سی یمن در عربستان سعودی پیشتر مذاکره درباره چگونگی حل این بحران را نیز شروع کردند اما شورشیان شیعه حوثی از شرکت در مذاکرات ریاض پرهیز کردند اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در آغاز این مذاکرات گفت که من از همه طرفا میخواهم تعهدات خود به این آتشبس را برای حداقل پنج روز دیگر تجدید کنند ایشان همچنین طرفا را ترغیب کرد از هر گونه اقدامی که آرامش فرودگاه ها نواحی اصلی و زیرساخت های حمل و نقل را برهم میزنند خودداری کنند در میانه و ادامه برنامه امشب همچون همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر اهم مطالب روزنامه های امروز ایران احمد توکلی و موضوع حضور این نماینده اصولگرای مجلس در دادگاه و اظهار امیدواریش به تبرعه احتمالی مورد خانش گوناگون در روزنامه های مختلف بود از جمله روزنامه آرمان با درجه تصویری مبهم و از پشت از این نماینده که با تسبیحی در دست معیوس و سرگردان به نظر می رسید به دادگاه رسیدگی به پرونده نماینده اشاره می کرد و از آن با تعبیر از رفاقت تا شکایت یاد کرده بود این روزنامه با اشاره به رویارویی توکلی و یارانش که از طیف اصولگرایان مجلس هستند از یک طرف با حضور مردان دولت احمدی نژاد در دولت نهم و دهم در سوی دیگر ماجرا از آن به عنوان رویدادی متفاوت در عرصه قضایی ایران یاد میکرد از جمله در حاشیه مطلب اشاره میکرد که صادق زیبا کلام نیز در دادگاه گویا به حمایت از احمد توکلی حضور یافته بود و اما در ادامه این روزنامه یعنی روزنامه آرمان در گزارشی تدوینی پرده های تازه ای از رویداد نهان از سیمای حسن خمینی کنار میزد آرمان در این گزارش با عنوان حراس تنروها از آیت الله جوان ضمن اینکه حسن خمینی نوه خمینی را آیت الله نامیده بود که کمتر در منابع خبری دیده بودیم در بخشی از این نوشتار خبر میداد که هرچند حسن خمینی 43 ساله سعی کرده است که از سیاست دوری کند با این حال به نظر میرسد که این رویه در حال تغییر است و ظهور او به زعم روزنامه ی آرمان، باعث وحشت تندروها و هیجان زدگی اصلاح طلبان شده است ورق میزنیم با روزنامه های دیگر و موضوعات دیگر در برنامه امشب صفحه یک بررسی مطبوعات و کوتاه مروری بر خبرها روزنامه تندروی وطن امروز نزدیک به طیفی از مردان محمود احمدی نژاد مطلب اصلی شماره امروز را به موضوع هسته ای اختصاص داد و با درج تصویری از علی اکبر ولایتی مشاور عالی رتبه ای امور بین علی آیت علی امور بینال از افشای واقعیت مهم از مذاکرات هسته اخیر خبر میداد و مدعی شد که پس از لوزان آمریکایی ها در خصوص نیروگاه دبه در آوردن که البته خبرش پیشتر نیز به استعزار شما بینندگان عزیز رسید کمپ دیوید نیز مرتوجه بسیاری از روزنامه های امروز تهران واقع شده بود از جمله روزنامه شهروند یاد داشته اصلی شماره امروز خود رو با عنوان شیوخ دست خالی ماندند یا آمریکا موش میدواند به قلم متین مسلم کارشناس امور منطقه و اعراب در همین زمینه و مضمون منتشر کرده بود شهروند در تحلیل خود معتقد بود که نشسته کمپ دیوید شاید یک شکست بزرگ برای اعراب توصیف نشود اما یک موفقیت هم نبود آنگاه که احساس کردند و فشار می توانند استراتژی منطقی کاخ سفید را تغییر دهند اما موفق نشدند متقابلا در این که آقای رئیس جمهوری یعنی باراک اوباما توانست به متحدان منطقه این نشان دهد سیاستهایش راه بردی و غیر است توانست نمره خوبی در کارنامه سیاسی خود سرد کند سرانجام در پایان این نوشته روزنامه شهروند به این نکته اشاره می کرد که شاید مهمترین دستاورد اجلاس کم دیوید رسیدن به این نکته بود که نشان داد باراک اوباما نیز اهل مقاومت و ایستادگی است اما نه آنگونه که اعراب انتظار دارند استادگی بر موضعی که به زم روزنامه شهروند تقریبا از دو سال پیش با خریدن خشم اعراب حتی اقل در قبال ایران و نه فقط برنامه اتمی این کشور بهای آن را پرداخت آقای رئیس جمهوری باراک اوباما در پایان مذاکرات دو روزه کمپ دیوید به سراحت گفت ما در کنار متحدانمان هستیم اما ایران را به حاشیه نمیرانیم که در واقع یک ادبیات بسیار توصیف و تمجیدگرانه بود از سیاست های باراک اوباما در روزنامه شهروند روزنامه ای ایران ارگان دولت ستون اول دفتر شماره امروز خود را به نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید آمریکا با حضور باراک اوباما اختصاص داد و با مشی میانه هم از اظهارات و کردار اوباما تا حدودی راضی به نظر می رسید و هم در پایان با ذکر سخنی از مقامات قطری باز هم ابراز رضایت کرده بود دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه و نویس روزنامه ایران ارگان دولت در این یادداشت با عنوان سیاست دلجویی آمریکا مقابل اعراب معتقد بود که هرچند بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید بر روابط راهبردی میان آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس و افزایش همکاری میان آنها در زمینه های نظامی و دفاعی تأکید می کند اما بر اساس این بیانیه آمریکا به تأمین امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز پایبند بوده و با هر گونه تجاوز به این کشورها پاسخ می دهد. نویسنده در ادامه نوشتار خود اشاره می کرد که با این وجود از آن امیر قطر که در پایان نشست کم دیوید به نیابت از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده است که همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توافق هسته ای با ایران استقبال می کنند نشانگر آن است که این نکته مثبت نیز هست که دولت آمریکا می کشد کشورهای منطقه را متقاعد کند که این توافق به نفع صلح و ثبات در منطقه بوده و خطری را متوجه آنها نخواهد کرد و در وقت باقی مانده مجددا باز میگردیم با مروری بر خبرها با مروری بر دو رویداد خارجی که البته تم جنایی دارند و در بسیاری از رسانه های بین المللی نیز منعکس شده بودند نخست نزاع خونین و مرگبار در تگزاس آمریکا با مرگ بیش از نه نفر در این شهر تکاور پیشه پلیس در ایالت تگزاس آمریکا میگوید که نه نفر در تیراندازی میان گروه های رقیب موتورسوار در شهر ویکو کشته شدند این حادثه در رستوران توین پیکس سپورتس باران گریل در یک مرکز خرید به نام سنترال تگزاس مارکت پلیس روی داده بود به گفته پلیس 8 نفر در صحنه کشته شدند و یک نفر بعدا در بیمارستان درگذشت 18 نفر دیگر هم زخمی شدند یک شاهد عینی گویا به روزنامه ویکو تریبون هرال می گفت که پارکینگ رستوران به میدان جنگ شباهه داشت میشال لوگان اشاره کرد شاید سی سلا در پارکینگ در حال شلیک بود و شاید یک صد گلول خالی شد پلیس ویکو گفت که تیراندازی اندکی پس از نیم روز با درگیری دو گروه گانگستری شروع شد گفته می شود درگیری میان پنج گروه بوده پاتریک سانتون سخنگوی پلیس گفت که درگیری ابتدا با مشت و لگت شروع شد اما بعد طرفها به کارد و هفت تیر متوصل شدند ایشان اشاره می کرد این نگرانی هست که گروه های درگیر ممکن است به سایر نقاط در داخل و اطراف ویکو رفته باشند آقای سانتون میگفت در طول 34 سال کار پلیسی این احتمالا یکی از هلناکترین سحنه جنایت است که دیدن و آخرین اخبار خارجی امشب روایت قنبار کشتی سرگردان پناهجویان برمه است که پس از مدتی آوارگی و سرگردانی و بیپناهی بر سر غذا با یکدیگر نزاع کردند و یکصد نفر کشته شدند همان گونه که بیشتر بینندگان در طی شبهای گذشته و از سوی منابع مختلف خبری نیز آگاهی یافته بودید، گروهی از مهاجران در جنوب شرق آسیا که از راه دریا به اندونزی رسیدهاند، دعوا و درگیری بر سر غذا در کشتی حدود 100 کشته بر جای گذاشته است. پناهجویانی که توانستند خود را به اردوگاه آچه در اندونزی برسانند میگویند که تعدادی از مهاجران هم دیگر را با چاقو زده‌اند. یک دیگر را خفه کرده یا به دریا پرتاب کردن گفته می شود که این کشتی حدود دو ماه روی آب بوده و در نهایت ماهیگیران اندونزی روز جمعه 15 همه ماه می مسافران آن را نجات دادند و با این رویداد خارجی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید قبل از خداحافظی در برنامه امشب به استحضار بینندگان عزیز می رسانم که این جانب در هفته پیش روی بنابر یک مسافرت کاری به ایالات متحده آمریکا فردا سه شنبه شب توفیق حضور در محضر شما بینندگان عزیز را نخواهم داشت و از چهار شنبه شب تلاش خواهد شد که از هتل محل اقامت خلاصه ای از آخرین خبرهای دریافتی و چکیده ای از اهم مطالب روزنامه ها را وفق معمول هر شب به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم تا شامگاه چهارشنبه همگیتان را به آفریدگار مهرافرین می سپارم تا درودی دوباره ورق تازه از صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود